سرانجام و سرانجام و سرانجام خطابم به شما دختران و پسرانم در سراسر ایران است. میخواهم از نقش و مسئولیت شما در دوران جدید صحبت کنم. انقلاب 57 با تلاش نسل جوان ایران به پیروزی رسید. قیام تیر 78 و قیام‌های شکوهمند 88 برآمد اعتراض و خشم شما جوانان ایران بود و بی‌تردید بهار ملت ایران با شور و نیروی شما شکوفا می‌شود. حقیقت این است که شما نیروی جوان و نوجوی ملتی هستید که از پشتوانه یک قرن مبارزه برای آزادی، از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی، به رهبری مصدق بزرگ برخوردارید و از نظر مبارزاتی و ظرفیت تغییر و دگرگونی در زمره سرشارترین و داراترین ملت‌های جهانید. بنابراین می‌خواهم بگویم که شما تنها نیستید. شما به یک جنبش مقاومت سازمان یافته متکی هستید. جنبشی که طی 3 دهه در برابر سرکوب قرون وسطایی آخوندها شعله های پیکار آزادی را فروزان نگه داشته است. جنبشی سرشار از ارزش ها و نیروی تغییر دهنده انسانی و جنبشی با 120 هزار شهید، با 30 هزار مجاهد و مبارز قتل عام شده و قهرمانانی همچون صدیق و ندا و هزاران هزار گل سرخ دیگر. جنبشی بنا شده بر آرمان آزادی که از فردای سرقت انقلاب ایران توسط خمینی مرزهایش را با ارتجاع و انحصار طلبی و دیکتاتوری ترسیم کرد و راهبرش برخلاف همه دعاوی چپ نمایانه گفت مسئله اصلی انقلاب ایران مسئله آزادی است. راهبری که بر یک آرمان و یک تعهد پای فشرد و یک لحظه از آن دست بر نداشت. بله، آرمان آزادی و تعهد قیمت دادن برای آزادی، تعهدی البته در اوج آگاهی و خرد انقلابی، با اشراف به تمامی خطرهایی کمین کرده بر سر راه. گوش کنید که مسعود خودش درباره این آرمان و این تعهد چه گفته است. وقتی مقاومت ما پیروز شود، یکی از بزرگترین موانع جنبش‌های آزادی‌خواهی معاصر و بلکه مهمترین عامل انحراف و اضمحلال آنان که همانا تجاوز به حریم مقدس آزادی تحت انواع و اقسام بهانه هاست، از میان برداشته می شود. آری، در انسانشناسی توحیدی احیای مقوله آزادی همانا احیای بشریت است. پس ما رهروان مسیری هستیم که به احیای مقوله آزادی و به احیای بشریت و ارزش‌های انسانی قیام کرده است. بله، ما به این آرمان، به این مسیر و به این راهبر افتخار می‌کنیم. مسعود رهبر ماست.
زنان آزاد ایران، معلمان، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران و زحمت کشانی که با فشار فزاینده گرانی و محرومیت ها و تحمیل های ارتجایی روبرو هستید، و ای جوانان دلیر ایران، زمان زمان برخواستن است. رو در روی استبداد مذهبی، شما از قوی ترین پشتوانه و نیروی جبر شکن مقاومت رهایی بخش برخوردارید. پس همه شما را فرا می خوانم که برای آزادی مردم و میهن اسیر به پا خیزید. کلید پیشروی همانا کلمه آزادی است. آری، آزادی، خجسته آزادی. پس می توان و باید بر افسون یأس و تسلیم شورید. می توان و باید ارعاب آخوندی را در هم شکست، و می توان و باید آزادی را بر ظلمت و تباهی پیروز کرد. این است آن کیمیای عشق و نور، این است آن کیمیای عشق و نور که خاک خسته را صبح و سبزه می کند. این است اشرف و راه و رسمش این گونه است که تکثیر می شود. سلام بر مردم ایران، سلام بر مجاهدان اشرف و لیبرتی، سلام بر آزادی، سلام و درود بر همه شما. Woo-hoo!